سمانی تو رو شکر میکنیم که تو پدر ما هستی. آمین. خداوند اعتراف ما این است که خداوند تمام خستگی های روز ما در حضور تو در نام تو از بین میره و به جایش آرامش میاد خداوند. آمین. زیرا که خداوند تو منبع آرامش هستی. هللویا. شکر. شکرت میکنم خداوند برای نامت. حقیقتا نامی که درش شفا هست، درش آرامش هست، درش امید هست. آمین. خداوند یکایک عزیزان مرا برکت بده. خواهش میکنم. خداوند مشکلات آنها را خداوند به حضورت میارم. در نام عیسی مسیح تو یکایک آنها را لمس کن. امروز از روحت را آنها را پر کن ای خداوند. آمین. باشد که با دست پر از اینجا بیرون برن ای خداوند. خواهش میکنم. به خصوص خداوند گوینده کلامت کشیر رسول خداوند برکت بده خداوند. خواهش میکنم. از طریق روحت خداوند تو صحبت کن. در نام عیسی باشد که یکایی که ما لمس بشیم. هللویا. و از روح تو پر بشیم ای خداوند. آمین. زیرا احتیاج به کمک تو داریم خداوند. حقیقتا خداوند ریشه‌های ایمانی ما رو تو قوی کن. در نام عیسی مسیح. زیرا خداوند به تو بچسبیم. زیرا خداوند تو به زودی خواهی آمد ای خداوند. آمین. آنان که منتظران تو هستند خداوند تو رو روبرو خواهند دید. حقیقتاً چون که همین را در نام عیسی مسیح زنده طلبیدم. آمین. آمین. هللویا. شکر. شکر. همه ما به نوعی تجربه کردیم که توی سختی ها و مشکلاتی که قرار گرفتیم گاهی خودمون رو اونقدر توی بن‌بست ها دیدیم که گذشته از این که سعی کردیم از تجربیات خودمون استفاده کنیم برای رفع مشکل و یا از توانایی های خودمون، اون پایه‌های ناامیدی که قرار گرفتیم به دنبال این بودیم که کاش یک نفر بود دست ما رو می‌گرفت، کاش که یک نفر بود که یک قولی به ما می‌داد که قول شدنی بود. و دقیقاً تو همین شرایط خیلی‌ها به ما قول میدن، شاید هدفشون این هست که ما رو تسلی بدن. حتما هممون تجربه کردیم که وقتی که افتادیم تو این شرایط و سختی‌ها به قول‌های دیگران نیز به راحتی گوش کردیم و منتظر بودیم، حتی با دیگران در میون گذاشتیم. فلانی به من قول داده این کارو میکنه، فلان وکیل به من گفته، فلان دکتر اونجا هست این کارو میکنه، فلان کشیش میگن اگه دعا کنه دعاش حتما 100% میگیره، حتی تا این مرز، فلان مکان بریم، اگر توی فلان مکان اگر ما بریم و در اون مکان نیست برای ما دعا بشه حتما دعای ما اجابت میشه. و این قول و این وعده ها نیز تو ذهن ما شروع کرده پرورانده شدن و موقعی که انجام نشده متاسفانه ما رو ناامید و خسته کرده و اجازه اینو نداده که بیشتر از این قدم برداریم. اما مدام در جستجو هستیم. علتش این است که ما در هدف مقدس خلقت وقتی که آفریده شدیم دانش آموز آفریده شدیم، دانشجو آفریده شدیم، دانش پژو آفریده شدیم که بیاموزیم و تعلیم بگیریم تا به اون هدف اصلی که خدا در نظر داره نیز برسیم. شاید اصلا چنین باوری در ذهن ما نبوده، اما چنین کششی همیشه بوده و این رو ما در کودکان میبینیم، در نوزادان میبینیم که به جستجوی یاد گرفتن نیز هستن و این نیز در انسان وجود داره. اما بعد از شکست ها و مشکلات متاسفانه مایوس میشه. به طور نمونه ما میتونیم آدم و حوا رو نیز در نظر بگیریم که آدم و حوا اونقدر تشنه بودن که فریب شیطان رو خوردن برای اینکه دانششون رو بیشتر کنن و از اون درخت نیک و بد نیز خوردن و نیز در اصل عهد شکنی کردن و در اون وفا نیز نایستادن. عکس‌العمل چی شد؟ بی‌اعتمادی شد، شک و دودلی شدش، ترس و نگرانی شد و همین باعث شد که ما دیگه به وعده ها اعتماد نکنیم. به طور خاص ماها که توی دنیا میبینیم که چقدر وعده های بیهوده داده شد و شاعرانی نیز در این رابطه میگن عصر ما عصر فریبه، عصر اسمهای غریبه، عصر پژمردن گلدون، چتر سیاه بارون، شهر ما سر شلوغه، وعده هاش همه دروغه. چرا چنین شعرهایی میاد؟ و و و بسیار هستش بخوایم بگیم. و اندیشمندی اعلام میکنه وعده ها را باور نداشته باش چون دنیا پر از وعده هستش. یعنی همه به نوعی به زبان ساده نظام آبادی ما خالی بندن و حقیقت رو نمیخوان
اعلام بکنم برای آنچه که درست هستش. و همه تجربه داریم که چه اتفاقایی افتاده توی دنیا و چه اتفاقایی میفته. کلام خدا اعلام میکنه همه نفع خود را میخوان، همه منافع خود را میخوان، ولی کلام خداوند به فرزندانش میگه تو نفع دیگری رو بخواه، نفع خودت رو نخواه. اینجا هستش که ما به این نتیجه میرسیم چرا ایماندار باید با ایماندار ازدواج کنه، چرا ایماندار باید با ایماندار بیزینس کنه، شریک بشه. چون تو نفع اونو میخوای، اونم که نفع خودش رو میخواد. پس اینجا کی اذیت میشه؟ من اذیت میشم. این روشی هستش که کلام به ما میآموزه و بهترین رو به ما میآموزه. انتخابش دست خودمون هست. پیرمردی دست یک دختر زیبا و جوانی رو میگیره و وارد یک جواهر فروشی بسیار گرون قیمت توی منطقه بالا مثل نظام‌آباد، مثل ببلیس. امروز دیگه رفتیم تو نظام میشه. وقتی که میره اونجا رو میکنه به جواهر فروشی و بهش میگه که زیباترین کارتیان رو برای این خانم بیار و دوست دارم که از همه اینجا که چیزی که داری نمونه باشه. بلا فاصله این دختر به وجد میاد و یه نگاهی میکنه، بعد براش میارن، نگاه میکنه، بعد میپسنده یکیشون، میگه پسندیدی؟ میگه بله. میگه این مال توه. از اونجایی که اینقدر خوشحال میشه میزنه زیر گریه، میگه آخه این خیلی گرونه. میگه نه، تو بیشتر از این لیاقت داری. میگه چقدر میشه آقای جواهر فروش؟ میگه 500,000 دلار. چکشو در میاره مینویسه. فروشنده میگه شما که میدونید 3-4 روز تعطیله و بانکام تعطیل هستش، من نمیتونم آخه این چک رو الان از شما بگیرم. میگه اشکال نداره، هیچ عجله‌ای نیستش، ما اتفاقا تو این 3-4 روز داریم با ایشون میریم ماه عسل، یه هفته داریم میریم میگردیم، شما این چک پیشتون باشه و بعد از اینکه بانک ها باز شد پولتون رو گرفتید یا اینو برای ما بفرستید یا ما میایم میگیریم. تمام. یه هفته تموم میشه، میگذره. بعد از یه هفته آقای جواهر فروش زنگ میزنه به این آقای پیرمرد و بهش میگه که آقا این چه وضعیه؟ بانک هر دفعه من زنگ زدم میگه تو حساب تو حتی 1 دلار هم نیستش. میگه خب نیست که نیست، مگه ما جواهر رو از تو گرفتیم؟ میگه نگرفتید، ولی شما اینجوری گفتید، آخه این که نمیشه. میگه بابا جو تو میخواد چیکار کنی؟ گفت من چک تو پاره میکنم میندازم دور. میگه خب بنداز دور. میگه پس اون خانم چی؟ میگه حالا اون خانم بعد از یه هفته ماه عسل ما رو بندازه دور. چنین وعده هایی توی دنیا به طریق های دیگه هست که متاسفانه انسان ها رو فریب میده، اما وعده ای که ما میتونیم روش استوار بایستیم وعده کلام خداست. آمین. در مزمور 119:105 که نویسنده مشخص نیست، شاید از رای نبی باشه، چرا که از رای نبی با یک غیرت خاصی برای خداوند خدمت میکرده، احتمال میدن اون باشه، اعلام میکنه کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راههای من نور هستش. حتی اگر تصور بر این میکنی خیلی قدرت داری، خیلی نبوغ داری، خیلی توانایی داری، خیلی خوشگلی، خیلی زیبایی، خیلی خوشتیپی، یک ماشین آخرین مدل هستی که توی تاریکی داری میری، چراغات کار نمیکنه. هممون احتیاج به این کلام زنده خدا داریم تا بتونیم با این کلام خدا که داره به ما وعده میده، همون گونه که نویسنده مزمور 119 گویا که چشیده، تجربه کرده که توی تاریکی داره میره، دنیا تاریکی است، اما حضور خدا، وعده خدا همچون نوری در تاریکی هستش برای زندگی او و میتونه زندگی او رو باز کنه. اما انسان‌های دیگه نتوانستن کمک این نویسنده بکنن، چون خود اون انسان‌ها هم گرفتار بودن. تا یک مرزی میتونن کمک ما بکنن انسان‌های دیگه، حتما از هم کمک بگیریم، حتما به هم کمک کنیم، چرا که خدا از ما استفاده خواهد کرد. اما تکیه بر هیچ انسانی نکنیم، هیچ انسانی، هر کس که تو ذهنت هست بدون که برکتی از طرف خداوند کنارت. اما نه من میتوانم برای اون خدا باشم و نه اون میتونه برای من خدا باشه. اونجا هستش که ما آسیب میخوریم اگر جای خدا رو با کسایی که دوستشون داریم نیز عوض کنیم. و در انجیل لوقا 6:39 اعلام میکنه عیسی مسیح، آیا میتواند کور را راهنمایی کند؟ آیا هر دو در حفره‌ای نمیافتند؟ حقیقت هستش. و ما میبینیم در طول تاریخ چه مردانی به اصطلاح بزرگ درس بر روی ملت‌ها گذاشتن و نتوانستن اون آزادی،
آنچه را که وعده داده بودن رو نیز بدم. و در امثال 3:5-6 میخونیم که اعلام میکنه به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود، تجربه خود، دانش خود، توانایی های خود، نه اینکه اینها بد هست، اون نهایت توکلت خدا باید باشه. حتما دانشتو زیاد کن چون این گناه آفریده شدیم، حتما ثروتتو زیاد کن چرا که خدا میخواد که ما بهترین رو داشته باشیم، اما بدانم در چه مسیری از اون نیز باید استفاده کنم، هم از دانشم، هم از توانایی هام و هم از ثروتم. به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن، در همه راه های خود او را بشناس. چرا اکثر موقع ها ما میگیم، حقیقتا تمام مذاهب، به طور خاص من از بکران اسلام آمدم، مسلمانان 100% خدا دوستن، اما متاسفانه خدا شناس نیستند. چرا که با خدا ملاقات زنده ندارند، آنگونه که کلام خدا به ما این وعده رو نیز داده. در همه راه های خود او را بشناس و او طریقایت را راست خواهد کرد. و ما میدونیم که حقیقتا مطابق فیض و محبت خداست که ما این رابطه را برقرار کردیم. به شخصی گفتن تو خدا رو میشناسی؟ گفت آخه نه، رفت و آمدی داریم با این خدا، چجوری بشناسیمش؟ راست میگه، ما در هیچ مذهب و هیچ باوری نمیتونیم خدا رو بشناسیم، چون که ما اونا ایمان ندارن که خدا جسم پوشید و بر روی زمین آمد، اما ما به این وعده ایمان داریم که خدای ما زنده است و آمد، نه تنها اومد، تازه روح خودش رو به ما داده و اینک روح القدس در ما هستش، نه تنها کلام او هستش بلکه روح القدس نیز در ما عمل میکنه و ایمان داریم راهکار و پند و نصیحتی که کلام خدا به ما میده نیز درست هستش و میتونه زندگی ما رو عوض کنه و نیز خودش از ما میخواد که نسبت به مشکلات و سختی هامون به اون رجوع کنیم. در کتاب ارمیا 33:3 میخوانیم که اعلام میکنه مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چیزهای عظیم و مخفی که آنها را ندانسته ای تازه مخبر خواهم ساخت، تو را مطلع میکنم. و این وعده هستش که برای من یک اعتماد میشه و این اعتماد هستش که به من امیدی رو میده تا در مسیر هدف هم خوب حرکت کنم. و نیز در کتاب اشعیا 41:10 باز میگه، اینها رو میخونم به خاطر اینکه با وعده های کلام خدا بیشتر آشنا بشیم. بسیار هست، تمام کلام پر از وعده هستش. چرا؟ معلمین کتاب مقدس از ایمانداران میخوان که کلام رو حفظ کنید، نه به خاطر ثوابش، نه به خاطر اینکه بگیم ما ایماندار قوی هستیم، برای اینکه زمانی که اون رو حفظ میکنی میدونی موقعی که توی مشکلات افتادی از کدوم کلام استفاده کنی برای رفع مشکلت، تا تسلی تو باشه، شادی تو باشه، آرامش تو باشه، استقامت تو توی اون مشکلات باشه. در کتاب اشعیا 41:10 میگه مترس زیرا که من با تو هستم، مترس اگر فقیری، مترس اگر مریضی، مترس اگر تنهایی، مترس اگر اقامت نداری، مترس اگر فکر میکنی کار نداری، مترس اگر فکر میکنی مریضی، نگران هستی، تو بدترین شرایط هستی، میگه نترس. چرا؟ مترس زیرا که من با تو هستم و مشبش مشو زیرا من خدای تو هستم، تو را تقویت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد. آمین، هاللویا. وقتی که ما چنین وعده زنده‌ای رو داریم که این قوت رو به ما میده و با وعده‌های زنده‌ای که در پیدایش 3:15 ما می‌خوانیم، وقتی که آدم و حوا رانده میشن از باغ عدن، خدا به آنان میگه که از نسل زن نجات دهنده خواهد آمد، که آنچه را که باعث بدبختی و نگرانی و مشکلات حتی مرگ انسان شده که شیطان هست، سر او را نیز بکوبه و اون عیسی مسیح هست. اولین پیشگویی رو نیز اعلام میکنه، وعده ای که به ابراهیم میده برای نجات تمام ملت ها، وعده ای که در یوئیل 2:28-29 هستش که اعلام میکنه روح خود را جاری خواهم کرد تا دختران و پسران و پیران و جوانان نبوت کنن. خاتم انبیا نداریم، ما نیز با فیض خدا میتونیم نبوت کنیم. آمین. وقتی که با وعده خداوند آشنا میشیم دروغ و دیگه باور نخواهیم کرد.
و همچنین در کتاب اشعیا 53 که کاملا توضیح میده که مسیح چگونه میاد، کجا متولد میشه، چگونه به روی صلیب میره، براش چه اتفاقایی میفته، و همه این رو داره در بیش از 300 پیشگویی در کلام خدا وعده داده برای ما که به این وعده ها اتکا کنیم که چی بشه. فقط خدا دوست و خدا شناس بشیم. اگر تحقیقاتمون رو شروع کنیم در توی این 4 جلسه که در رابطه با وعده صحبت خواهیم کرد، متوجه میشیم ضرورت زندگی ما این هست که یک وعده دهنده امین داشته باشیم، بهش تکیه کنیم، چون زندگی ما در مسیر سلامتی نیز جلو خواهد رفت و هرگز شکسته نیز نخواهیم شد. آمین. جان وسلی که یکی از کشیشان حدود میشه گفت بیش از 200 سال پیش هستش که این کشیش به آسمان رفته، میگن میلیون ها موعظه کرده، همش موعظه میکرده و واقعا مرد خدا بوده و تأثیر بسیاری هم گذاشته در روی زمین. این کشیش انگلیسی زمانی که داشته فوت میکرده، یعنی آخرین لحظه های ثانیه‌ای بوده، رو میکنه به خادم خودش میگه یک کاغذ با یه خودکار بیار، میخوام موعظه کنم. اونم برمیداره میاد میگه بگو. همون لحظه آخر میگه خدا با ماست و میره. هللویا، ما خدا با ماست که امانوئیل هستش. چرا باید بترسیم؟ چرا باید نگران باشیم؟ چرا اجازه میدیم؟ من حتی میبینم عزیزانی که امروز با فیض مسیح نجات پیدا کردن که از بکران گذشته که ترس و نگرانی و آشفتگی و پریشانی بوده، امروز مسیح میان برای چیزهای خیلی جزئی میترسیم. چرا میترسی؟ خدا با تو هستش، قوی تر از وکیلته، قوی تر از پزشکته، قوی تر از همسرته، قوی تر از بچهاتو که بهت قول دادن، قوی تر از والدینت هستن که بهت قول دادن نتونستن کاری بکنن، و دوستانت. چرا اجازه میدیم که موضوعات ساده این دنیا ما رو بترسونه؟ و نیز داوود پادشاه این گونه میگه در مزمور 27:1 اعلام میکنه خداوند نور و نجات من است، از که بترسم؟ خداوند ملجای جان من است، از که هراسان باشم؟ و اگر ما نیز مثل خود داوود این رو تجربه کرده باشیم، باور کنید دیگه شعار نمیدیم مشکلات زیر پای ماست بعد بیایم غر بزنیم شکایت کنیم. حقیقتا من عزیزانی رو میشناسم، باهاشون در تماس هستم، از نظر مالی خیلی جالب نیستن، مشکلات زندگیشون رو میدونم، ولی باور بفرمایید هر موقع من میرسم به اونها تازه من شکایت میکنم. اونها همیشه میگن خدا رو شکر همه چیز خوبه، و اصلا من میگم هاللویا، و از شکرگزاری این افراد من قوت میگیرم، تازه به خودم میام میگم ببین با تمام مشکلاتش. چرا؟ چون بناش رو از توکل کامل به خدا دونسته و اجازه ده این امید نیز در زندگی اون پا بگیره. چرا که ما میدانیم مطابق متی 12:21 مسیح امید همه ملت ها هستش. آمین. و میتونه کمک کنه. در غیر این صورت وقتی توی مشکلات و توی سختی ها قرار میگیریم، اصلا گویا فراموش شد، اصلا تموم میشه، یک دفعه شروع میکنیم غر زدن. حالا عیسی مسیح کو؟ ایماندار 10 ساله، عیسی مسیح کو؟ حالا کجاست کمک من کنه؟ ای بابا چی شد؟ تا زمانی که همه چیز نایس و خوب هست، مسیح کنارت هست، مسیح برای سختیام کنار توئه، خواهر من، برادر من. چرا یک دفعه زندگی ایمان خودت رو میبری زیر سوال که حالا مسیح کو؟ من چرا دیگه با مسیح رو من نمیبینم؟ چرا مسیح صدای من رو نمیشنود؟ چرا میشنوه؟ من کجام؟ من چرا ملاقاتم با مسیح ضعیف شده؟ من چرا کلاسیک دارم با مسیح ملاقات میکنم؟ من چرا فقط موقعیت یک شنبه فقط در حضور خدا هستم؟ فراموش میکنم عیسی من اگر اینجا زنده است، در خانه منم باید زنده باشه. من باید هوشیار باشم که یک تابوت برای مسیح توی خونم نسازم که وقتی از کلیسا رفتم بهش بگم بخواب، یک شنبه بعد صدات میکنم با من بیای. و اگر این گونه زندگی کنم، با مسیح ملاقات زنده داشته باشم، حتما ایمان دارم که توی مشکلات و سختی ها مسیح با من هستش و مرا رها نمیکنه. دختر و پسری که از سن جوانی همدیگر رو دوست داشتن و با هم ازدواج میکنن، پسر که متوجه یک لکه سفیدی توی چشم دختر شده بود، هیچ موقع به روش نمی آورد از عشقی که داشت، بعد از 15-16 سال که این سردی
در بین اونها ایجاد میشه. دختر نیز اعلام میکنه، پسر اعلام میکنه به دختر، میگه که این لکه سفید از کجا تو چشم تو پدیدار شده؟ دختر بهش میگه از زمانی که در کمال عشق تو نقصان پدیدار شده. اگر ما اجازه بدیم این رابطه عاشقانه ما با خدا باشه، مطمئن باشیم تمام سختی و مشکلات که توی زندگیمون هست رو یک برکت از طرف خدا میدانیم، چرا که میدونیم خدا اجازه داده چه بسا من از زندان به پادشاهی برسم و این گونه نباشه که روش دنیا رو تکنم. ولی بریم با هم دیگه مزمور 33 آیه 9 رو بخونید. خواهشی که ازتون دارم عزیزان، این آیه آیه ثابت این 4 جلسه هستش، لطف کنید این آیه رو حفظش کنید و زندگی کنید باهاش و اون موقع درک میکنیم که چرا خداوند وعده هاش رو به ما داده. بفهم کاش من. زیرا که او گفت و شد، او امر فرمود و قایم گردید. آمین. میتونیم برای کلام خداوند، زیرا که خدا گفت و شد، او امر فرمود و قایم گردید. خداوند اعلام کرد من تو را هرگز رها نمیخون کنم، من با تو هستم، گناهان تو رو تحت پوشش خون عیسی مسیح میبخشم. به نوعی که فراموش میکنه تو چه گناهی کردی، چرا که میره زیر خون عیسی مسیح، تمیزش نمیکنه. مثل مذهب نیست که تمیزش کنه با وایتکس دوباره لکه‌ای بشه، چون خیلی از لکه ها توی وجود ما رفته، روح و روان ما و ژن ما این گناه ضبط شده، ولیکن با خون مسیح کفاره میکنه که تمام گناه ها پوشش پیدا کنه و حتی خدا اون رو نگاه نخواهد کردش و این فیض خداوند هستش و در این مسیر هستش که ما صاحب هدفی میشیم و در این هدف هستش که ما میتونیم